با عرض سلام خدمت شما بینندگان عزیز، من مسعود یوسفی هستم به همراه همکارم پوریا اطاعت پسند با برنامه نگاه روز در خدمت شما هستیم. موضوع برنامه اعتراضات گسترده عراق. یک بار دیگر و در ادامه حضور خیابانی مردم، اعتراضات در عراق به ویژه در شهرهای نجف، کربلا و بغداد فراگیر شده است. دلایل گستردگی این اعتراض را با خلیل کیوان به بحث می‌گذاریم. خلیل کیوان، ممنون که دعوت ما رو پذیرفتین. تشکر از شما دوست. اولین سوالم رو از شما می‌پرسم، مردم عراق اعتراضشان به چیست؟ طی این 100 روزی که یا بیش از 100 روزی که اعتراضاتشون شروع شده، به روشنی مردم عراق حرفاشون رو بیان کردن. گفتن که علیه فقر گسترده‌ای که دامن کشور عراق رو فرا گرفته به پا خواستن، علیه کمبود خدمات رفاهی و علیه بیهوده هایی که در اون کشور در جریانه، و اضافه کردند که اونها علیه فساد گسترده در اون کشور هستند و انگشت اتهام رو به سوی احزاب حاکم، همه احزاب حاکم و پارلمان و دولت و غیره نشونه رفتند. به همه اینها باید اضافه کنم که یکی از اعتراض نکاتی که مورد اعتراض اینهاست، سیستم اداره کشوره که بر اساس قومی و مذهبی شکل گرفته، به این صورت که رئیس جمهور کرد باید باشه، نخست وزیر شیعه باید باشه و رئیس پارلمان سنی. مردم میگن این سیستم پوسیده رو قبول نداریم و باید سیستمی باشه که نه بر اساس قومیت و مذهب، بلکه بر اساس ارزش‌گذاری فرد در جامعه صورت گرفته باشه و میخوان این سیستم رو کنار بزنن. یک مورد دیگه که مورد اعتراض اینها هست، حضور جمهوری اسلامی در عراق که طی ماهای گذشته و همین روزهای گذشته و همین امروز شعارهای تندی علیه جمهوری اسلامی میدن، کنترلگریشو چند بار با آتیش کشیدن، عکس سلیمانی رو پاره میکنن و در شهرهایی مثل نجف و کربلا که مراکز شیعه نشین هم از اصطلاح، بیشترین اعتراضات علیه جمهوری اسلامی صورت میگیره. اینها محورهای اعتراضات مردم است. نه تنها عراق که لبنان نیز درگیر بزرگترین تظاهرات هست. علی‌رغم کشته و مجروح شدن زیاد، مردم بی محابا به حکومت هجوم میبرند. اوضاع لبنان چیست و مردم اساساً چه میخواهند؟ این سیستم حکومتی لبنان یه سیستمی هست مثل عراق که بر مبنای قومیت و مذهب و اینها شکل گرفته و به خصوص بعد از پایان جنگ های 15 ساله در لبنان در دهه 80 بود این سیستم شکل گرفت، که درست مثل عراق حکومت رو بین مسیحیان و مسلمان‌ها و شاخه شیعه و سنی تقسیم میکنه. مردم در لبنان این سیستم رو دیگه بر نمیتابن و میگن که باید سیستم دیگه ای جایگزین بشه و این سیستم باید ملغا بشه. یکی از اعتراضاتشون این است. اعتراضات دیگه شون هم مثل همین مورد شبیه به اعتراضات مردم عراق هست. اونها علیه فساد گسترده در لبنان هستن، علیه فقر هستن، علیه بیکفایتی مسئولین هستن و شعاری دارن به این که همه، یعنی همه، یعنی این که همه مسئولین دولتی باید برن کنار و خواهان استعفای تام و تمام مقاماتی هستن که در کشور حکومت کردن. و جالب اینجاست، یکی دیگه از موضوعاتی که شبیه مسئله ای هست که در عراق تر هست، حضور جمهوری اسلامی و نفوذش در لبنانه. اونجا هم میخوان جمهوری اسلامی و حزب الله دستشو از روی سر زندگی مردم کوتاه بکنه. به این معنا این دو کشور مشابهت های زیادی دارن، علیه فقرن، علیه فسادن، علیه سیستم حکومتی و علیه جمهوری اسلامی. خبرگزاری های جمهوری اسلامی همه جا از تظاهرات کنندگان در عراق به عنوان خشونت طلب نام میبرند.
یادمون باشه که مردم کوکتل مولوتوف به کار میگیرند، به مراکز دولتی حمله میکنند و لاستیک آتش میزنند. آیا مردم عراق خشونت طلبند؟ ببینید، اون کسی که بر سر راه مردم ایستاده و اعتراضات مدنی مردم رو با گلوله و دستگیری و شکنجه پاسخ میده، احزاب حاکم در عراق هستند، دولت عراق هست، دستجات سرب جمهوری اسلامی و دستجات مسلح میلیشیایی هست که در اون کشور هر گرایشی، هر قومی، هر قبیله و هر مذهبی، هر دینی برای خودش یکی از این ارتشا رو راه انداخته. مردم برای تغییر وضعیت زندگیشون وقتی که میان در خیابون مطالباتشون رو طرح میکنن، با اینها روبرو میشن که چیزی جز ترور، دستگیری، آدم ربایی و غیره نبوده. مردم عراق تا الان نزدیک 500 نفر، 400 و فکر میکنم 70 نفری میشه حدودا، طی این 3 ماه و اندی از اکتبر تا الان تلفات دادن، کشته شدن تو خیابون. اگر کسی خشونت طلبه، دولت و احزاب حاکم در اون کشوره، دستجات سرب جمهوری اسلامیه که حمله میکنن به تظاهرات ها، به محل تجمع مردم، و اونها هم خودشون دفاع میکنن و معلومه که نمیستن و تماشاشون بکنن، با هر وسیله‌ای که در دست دارن از خودشون دفاع میکنن. اما علارغم این، تلفات رو مردم متقبل شدن. تعداد کمی از نیروهای مقابل در مقایسه با مردم تلف شده یا کشته شده. این هم در مقابل مردمی بوده که با کمترین ابزارها و به قول شما استفاده از کوکتل مولوتوف در مقابل نیروهای تا دندان مسلح و هار از خودشون دفاع کردن. همین روزهای گذشته چندین حمله را نیروهای طرفدار جمهوری اسلامی در دستای مسلح به میدان التحریر و مراکز تجمع انقلابیون سازمان دادن، با قمه، تفنگ، دشنه و همه چیز رو حمله کردن. اونها خودشون دفاع کردن و اینا رو پس روندن. این مردم نیستن که خشونت طلبن، اینا دستگاه و دستگاه حاکم، دولت عراق و نیروهایی هستند که به خصوص سر به جمهوری اسلامی دارن. اینها خشونت میکنن در عراق. بی بی سی به نقل از افرادی در عراق میگوید اعتراض مردم عراق به روند کند اصطلاحات است. آیا میشود با اصطلاحات ساختار تغییر داد؟ چرا تاکید بی بی سی روی اصطلاحات در عراق است؟ اصلاحات، این دیگه این کلمات و حروفی هست که بی بی سی کنار هم چیده و یه تصویر دل بخواهی میده. مردم عراق سیستم حاکم در عراق را به کل میگن باید منحل کنید. اینکه رئیس جمهور کرد باشه، اینکه نخست وزیر شیعی باشه، رئیس پارلمان سنی باشه، هیچ اصلاحی نمیخوان. میگن اینو جمعش کنید، از بیخ این باید کنده بشه. بلاوه هر نخست وزیری، هر کسی رو کاندید میکنه پارلمان و رئیس جمهور، مردم میگن نه، ما هیچ اصلاحی از شما نمیخوایم، برید کنار. درست مثل مردم لبنان که همه یعنی کل این سیستمتون رو از ریشه میخوایم در بیاریم و فساد رو میخوایم از اون کشور ریشه کن کنیم. به اضافه این که از لحاظ اقتصادی، معیشتی و رفاه تحولی در اون کشور ایجاد بشه. این حضور گسترده و میلیونی مردم عراق را در خیابون‌ها با خودش همراه داشته. طی 100 روز گذشته میلیون‌ها نفر خیابون‌ها را اشغال می‌کنند. همین الان شهرهای ناصریه، دیوان، نجف، کربلا، کوت و بسیاری از شهرهای دیگه، شهرهای مرکزی و جنوبی عراق، اینها جاده‌های منتهی به بغداد رو دارن مسدود میکنن و کنترل میکنن و اجازه نمیدن دولت حاکم و نیروهای مسلح از اونجا گذر بکنن. به یک معنا یک دست به یک انقلاب همه جانبه زدن مردم عراق و اعلام کردن تا پیروزی این مسئله از پا نمیشینن. بی بی سی خب تکلیفش معلومه، از 41 سال پیش که ما حداقل میبینیم و اوضاع سیاسی ایران رو دنبال میکنیم، دیدیم بی بی سی یک موقع دنبال
فرستادن خمینی در ماه بود، بعدا از اصلاحات محمد خاتمی حمایت میکرد و بعدتر دولت اعتدال روحانی تو دو دوره گذشته و به یک معنا بلندگوی اینها بوده، همیشه بلندگوی مردم نیست، اونجایی که مردم میان و خواهان تغییرات بنیادی و دست به کار یک انقلاب زنده هستن در مقابل چشم ما. بی‌بی‌سی داره خاک تو چشم مردم میپاشه و با بیان این که مردم اصلاحاتی میخوان در اون کشور، در واقع تیغ تیز انقلاب مردم رو میخواد کن بکنن. جز این از بی بی سی انتظاری نیست. بی بی سی قرار نیست حقیقت رو بگه، بی بی سی قرار نیست واقعیت این جامعه رو منعکس کنه. بالاخره کارمندهای بی بی سی، کارکنانش دارن حقوق میگیرن از یک مؤسسه ای که سیاست یک دولتی رو نمایندگی میکنه و اون سیاست دولت انگلیس این نیست که کنار انقلاب مردم برای ریشکن کردن فقر، بی‌عدالتی و سیستمی که تا ریشه فاسد است قرار بگیره. بی بی سی کارش همین بوده و کارش همین است. با تشکر از شما خلیل کیوان عزیز. تشکر از شما. به پایان برنامه امروز رسیدیم. امیدواریم که برنامه امروز مورد توجه شما عزیزان قرار گرفته باشه. اوقات خوشی رو برای شما آرزومندیم.